گذری در تاریخ با کارشناسی و اجرای خسرو پربهر افشین نریمان و آرتین پرتویان. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تورنتو، اینجا رادیو شمرون با گذری در تاریخ از استودیو رادیو شمرون در پنتهاوس سی ان تاور در خدمتتون هستیم، در کنار افشین نریمان در زیرزمین کاخ سفید و آقای خسرو فربهر در پیست اسکی اتریش با شما هستیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. درود ویژه دارم خدمت سروران گرامی، در خدمتتون هستیم. منم درود می‌فرستم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون. خوشحالم که یک بار دیگه، یک هفته دیگه در خدمت شما و تو دوست عزیز هستم و بریم که داشته باشیم تاریخ ایران رو با کارشناسی آقای خسرو فربهر عزیزمون شروع کنیم، بگیم تاریخ رو به مردم. منم درود میگم به تو افشین گرامی، آرتین عزیز و شنوندگان خوب برنامه‌مون. امروز در برنامه افشین جان می‌خوایم دیگه درباره اردشیر بابکان، فرزند شاپور یا شاپور بزرگ، و همچنین نگاهی هم به مانی خواهیم داشت امروز، چون خیلی دربارش پرسش شده و چند قسمت از خود مانی رو خواهیم خوند و بعد مناظره هایی که در دربار پادشاهان ساسانی بین مانی و کرتیر انجام شده بود. امیدوارم برنامه خوبی باشه. خوشحالم که امروز روز یک شنبه شما هر دوتاتون از آمریکا و کانادا به محفل یخزده ما اتریشیا وین اومدین و میتونیم با هم دیگه این برنامه رو انجام. من اسکی بلد نیستم آرتینا. بلد نیستی؟ ای بابا. هی. نه شما هم مثل ابرو قشنگ اسکی بلد نیستی، ولی اسکی بازار رو دوست داری. آره. من قبل از اینکه این بحث رو شروع کنیم یه چیزی به راجب تاریخ می‌خواستم بگم. هفته پیش یادم میرفت. می‌خواستم بگم که این منابع تاریخی خیلی مهمه. برای اینکه وقتی تاریخ رو میخوایی روایت بشه باید مشخص بشه که از چه منابعی داره روایت میشه. به هر حال چیزایی که ما تقریبا میتونیم 100% روش مطمئن باشیم یا 99% روش مطمئن باشیم، اون کتیبه هایی که به جای مونده از اون دوران، یعنی در اون زمان یه جایی رو دیوار قاری، صخره‌ای، یه جایی روی این تبلت ها مثلا زمان هخامنشیان یه جایی خلاصه نوشته شده و نوشته همون تاریخ همون دوره است. بنابراین اون یه چیزی که یه منبع قابل اطمینانه تا حدود 99%. و بعد از اون هم دیگه تاریخ نویسایی هستند که در اون عهد در اون زمان تاریخ نوشتن و ازشون مثلا حالا کتابی بر جای مونده یا یه نسخه مثلا ترجمه شده بعدن همون زمان به یه زبون دیگه. اینا خلاصه اینا چیزای منابع قابل اعتماده که تقریبا تاریخ جهان رو از روی اینا بررسی کردن. متأ بعدن یه سری محقق اومدن از این چیزها رو کنار هم گذاشتن و نتیجه گیری خودشون کردن. یه منبع دیگه ای که وجود داره تحقیقات باستانشناسیه، یعنی مثلا میان زمین رو میکنن، نگاه میکنن، میبینن که فلانجا قصر بوده، میگن که خب بعد پیدا میکنن تو همون منابع تاریخی میفهمن که این قصر مثلا قصر فلان پادشاه بوده، یا یه ظرف سفالی یا یه ظرف طلایی پیدا میکنن میفهمن که در اون دوره مثلا هنر سفالگری یا صنعت سفالگری یا فلزکاری در چه سطحی بوده، در چه حدی بوده، و بر اون مبنا شروع میکنن تاریخ رو نوشتن دو مرتبه در عصر جدید. میخوام بگم این منابع تاریخی این چیزاست، منتها بعدن یه سری تاریخ نویس دیگه در عهدهای مختلف هم همیشه تاریخ نویسایی که با یه غرضی اومدن شروع کردن تاریخ نوشتن. مثلا هرودوت در حدود مثلا 100 سال بعد از اینکه خشایارشا به یونان رفته اومده شروع کرده تاریخ اون زمان رو نقل کردن و پر از دروغ تاریخی که نوشته و به خاطر اینکه متنفر بوده از ایرانیا. یا تاریخ نویس های دیگه که بعدا حتی در عصر حاضر می نویسن تاریخ می نویسن، یه سری هاشون هستن که با غرض می نویسن. برای اینکه ما حقیقت رو بفهمیم باید بریم به اون منابع اصلیش رجوع بکنیم، یعنی چی؟ یعنی همون کتیبه ها، همون تحقیقات باستانشناسی و تاریخ نویسانی که در اون عهد به خصوص تاریخ رو نوشتن. مثلا وقتی به تاریخ جنگ های ایران رو می رسیم، یه سری فرمانده جنگی توی این جنگ ها حضور داشتن و مستقیم خودشون دیدن و وقایع رو نوشتن. حالا هرچند که اونا هم بالاخره به یه دلایلی خواستن یه چیزایی کم و زیاد بکنن، متاسفانه آنچه که در زمان آنچه که توسط تاریخ نویسای ما، تاریخ نویسای ایرانی نوشته شده
یه بار در زمان اسکندر از بین رفته، یه بار در زمان حمله اسلام از بین رفته، یه بار در زمان حمله مغول از بین رفته و بارها و بارها این تاریخی که ای بازنویسی شده هی از بین رفته و آخر سر هم چیزایی که باقی مونده کتابایی بوده که از ایران رفته بوده بیرون و اونجا باقی مونده بوده و دو مرتبه برگشته به ایران، مثل همین خود شاهنامه‌ای که در روسیه پیدا میشه. به هر حال من خواستم یه توضیح کوچیکی بدیم و بریم در خدمت خسرو عزیز که شروع کنیم تاریخ. سپاسگزارم افشین جان از نکاتی که اشاره کردی. درباره ساسانیان ما مطلب و سند خیلی بیشتر داریم به خاطر اینکه اولا خب به زمان ما نزدیکترن، دوما داشتن یک حکومت و دیوان سالاری متمرکز و ارگاناز و تنظیم شده و توجه ساسانیان به شهریگری و پیشرفت‌های شهریگری در دوران ساسانی واقعا چشمگیره. نگاه اونا به داشتن دبیرخانه و رواج کتاب‌ها، کتاب نویسی، وقتی که در الفهرست ابن ندیم میاد و در کتاب خودش ابن ندیم مسلمانه، حدود 200 خورده سال پس از سقوط ساسانیان آقای ابن ندیم در کتاب الفهرست خودش میاره کتابت یا الفبای ایرانیان رو در کتاب الفهرست خودش میخوام بگم اسمش میگه الفهرست فهرستی است از فرهنگ ها، زبان های اقوام گوناگونی که در حکومت اسلامی هضم یا حل شده بودند یا وجود داشتند و یه قسمتش درباره ایران همون اولاش هم از اتفاقا من اینو به صورت پی دی اف دارم، دوستان میتونن دانلود کنن. الفهرست ابن ندیم و همون اولاش در واقع 150-60 حدودن از حافظه میگم الان، همون اولاش هم درباره ایرانه و من اینو تو برنامه در تلویزیون اندیشه قبل از اینکه لطف کنن برنامه رو ببندن نشون داده بودم حتی صفحشو و حتی صفحه واقعا نشون دادم و در اونجا نمونه های از الفبای ایرانی در زمان ساسانی رو گذاشته و واژه دین دبیره استفاده میکنه الفبای. من این رو در حتی خوندم از روش که حتی میگه در زمان ساسانیان برای اینکه بتونن دین خودشون رو بنویسن و در واقعش خوب بتونن گزارش بدن دبیره رو به اصطلاح اختراع میکنن و این دین دبیره است که به گفته دوست و دشمن از کاملترین دبیرهای جهان، یعنی شما از ویتنامی و ژاپنی گرفته تا زبان سرخپوستا و عربی و فارسی و آلمانی رو میتونی با این دبیره بنویسی. چه جالب. یکی از کاملترین دبیره و این هفت خطی که ابن ندیم بهش اشاره کرده، حالا راست و دروغش دیگه با خودش، اگه دروغ گفته باشه حوری بهشتی دیگه بهش نمیرسه، این نمونای از اون خط رو میاره. ولی نکته مهم اینه چون اولش آرتین اشاره کرد به اسکیبازی در اتریش، خب در زبان عربی در قرآن چیزی درباره برف پیدا نمی کنی. ولی مثلا در دهات اتریش 6 تا متلک و اصطلاح برای اسکیبازی وجود داره. در زبان ما برنج خورای ایرانی چند تا واژه برای برنج وجود داره؟ پلو، چلو، چته، نمیدونم برنج، کوفتت بشینم خوراکه نه؟ مثلا الان افشین لباسای پلو خوریشو پوشیده. آره ولی کلا غیر از این ما هرچی بیشتر از یه چیزی استفاده میکنی بیشتر براش واژه داره. همینطور هم مثلا یه آهنگر چکش‌های مختلفی داره، در حالی که ما خونمون یه چکش داره اونم همه کار باش میکنیم. درسته. نشون میده ساسانیان بس نوشتن، کتابت، علاقه به کتاب بوده که هفت و خط و ابن ندیم اومده نشون داده. درسته. و این نشون دهنده اینه که اولا کتابت در زمان ساسانیان بوده و این نوشتن و کتابت متوجه برام از اونا بیشتر باقی مونده و علاوه بر اون رومیان که با ساسانیان میجنگیدن از قرن تقریبا چهارم به بعد ما با روم شرقی مواجه هستیم. روم شرقی برخلاف روم غربی به دست وحشیان اروپایی منقرض نشد، بلکه تا زمانی که محمد فاتح در قرون وسطا اومد اینجا رو فتح کرد تقریبا میشه گفت یک گاف صندوقی بوده برای کتاب‌های دوران آنتیک. یعنی وقتی روم شرقی ها درباره ما مینوشتن که باشون هم میجنگیدیم تقریبا از قرن چهارم تا آخر، همه این نوشته‌ها به اصطلاح کنسرو شده. چی میگن فارسیش؟ میشه گفت کنسرو شده؟ نه نمیشه گفت، ولی من یعنی یه جا نگهداری شده و آره یعنی ذخیره شده و محافظت شده. با
خب حالا برای اینکه بعد زمان از دست ندیم، من میخوام زود بریم بچسبیم به اینکه ما الان اردوان چهارم یا پنجم به قولی شکست میخوره از اردشیر در یک جنگی که در استان فارس اتفاق میفته این جنگ، و بعد اردشیر اردوان رو میکشه دیگه، درسته؟ یعنی کشته میشه پادشاه پارس. از تاریخ مخفیش درباره این صحبت کردیم، امروز میخوایم درباره اردشیر کجا تاجگذاری میکنه و دیگه فیروزآباد. در فیروزآباد پارس، اونطور که من حضور ذهن دارم نمیدونستم سالی حضور ذهن فیروزآباده، که ما در کلا در استان فارس در کازرون، در فیروزآباد، نقش رستم، همه جای این استان فارس، شهر استخ مثلا مرکز مذهبیشون، پر از آثار باستانی ساسانیانه. درست. خوشبختانه و متاسفانه، به خاطر اینکه استان فارس با خاک یکسان شد چندین بار در دوران اسلامی، به خصوص در دوران اسلامی، و نیست چون مرکز تمدنی ساخت و ساز زیاد بود. بعد وقتی میمدن میساختن، میمدن از آجر و مساله ساختمانی قدیمی استفاده میکردن، بغداد رو با مساله ساختمانی مدائن ساختن، خود روم هم همین بلا بارها سر آثار باستانی روم اومد. یعنی استان فارس بارها با خاک یکسان شد تو ساخت، یعنی اینجوری خیلی جذاب میره، ولی با این وجود تمرکزی از آثار باستانی. اردشیر پاپکان که با پدرش و قفر توضیح دادم اگه یاد باشه، بله. هم افسانه رو گفتم از خود کتاب اردشیر، ببخشید کارنامه اردشیر پاپکان، افسانه رو خوندم که این افسانه رو همه میشناسن، که ساسان نمیدونم اومد و بابک خواب دیده بود و اینا رو گفتیم، ولی از خود سکه هایی که به دست اومده ما میبینیم که پاپک اول یک پسر خودش رو ترجیح میداد به نام شاپور، که این شاپور از دنیا میره، بعد حالا اومدن افسانه ساختن که اردشیر و شاپور با هم جنگ داشتن، که به نظر خیلی مسخره میاد این حرف. بعد از مرگ شاپور پسر دیگرش اردشیر رو همشاه خودش یا همراه خودش میکنه، که این اردشیر پاپکان پادشاه میشه، تاجگذاری میکنه، دوران اشکانی رو پایان میده، برای اینکه موفق میشه نه فقط دوران ملک و طوایفی به عنوان یک ملک به اصطلاح از یه قسمتی، بلکه موفق میشه تقریبا تمام ایران اون زمان رو به اشغال خودش در بیاره. اشکانیان من احساس میکنم من فکر میکنم که اینی که چندین بار تو تاریخ ایران اتفاق افتاده که مثلا یه کسی یه جایی پادشاه میشه ولی بقیه یه جاها قبولش میکنن بدون اینکه جنگی اتفاق بیفته، یا خیلی کم این جنگا پیش میاد، من فکر میکنم بیشتر حالت دیپلماسی داشته، یعنی با نامه و نگاری و با اگریمنت و یه جوری تایید کردن همدیگه و حق و حقوق دادن و حق گرفتن و اینا، این باعث میشه که هم یک پارچگی کشور حفظ بشه بدون اینکه جنگ بشه، همین که قبول بشه که مثلا این حکومت مرکزی میتونه که کشور رو اداره بکنه و زمام و امور کل کشور رو به دست بگیره، یعنی به جای اینکه ولوشو بشه، به جای اینکه هرج و مرج بشه، هر بستانی بلند شه بگه من خودم خود مختارم، ولی یه دفعه دو مرتبه همون همگرایی به وجود میاد و همه تابع یک حکومت مرکزی میشن. درسته؟ آره. ببینید مثلا ما در آلمان داریم دیگه، ببینید مثلا کشور آلمان، ما اتریشی آلمانی ها رو آلمانی حساب نمی کنیم، مثلا چه زیر دست اتریشی ها بودن تا 1806-1807 حداقل به صورت غیر رسمی زیر دست اتریشی ها بودن، ولی تو نگاه میکنی اینا در طول تاریخ خیلی تخش و پلا شده بودن، یعنی به خصوص در قرن 16-17 ملوک و طوایفی دیگه سهل است، هر کدوم برای خودش شاه شده بودن، تو بایرن یا باواریا، تو باده، نمیدونم پرویس، آستریا که برای خودش هابسبورگا بودن، ولی با این وجود همیشه خودشون رو به هم نزدیک میدونستن. ایرانی ها همیشه خودشون رو به هم نزدیک میدونن، حتی خارجی ها میومدن ایران رو فتح میکردن، میبینیم به خود کشور ما ایران میگفتن، مثلا طبعا ترک ها همیشه ما ایران میگفتن. درست. و بعد هم حتی میومدن لقب شاه شاهان یا پادشاه رو برای خودشون انتخاب میکردن، حتی لقب پادشاه از ایرانی میره تو حکومت عثمانی، عثمانی ها به خودشون پادشاه میگن. یا مثلا وقتی که مولوی که آقای آرتین قبول اسم ما رو بیاره که ما هم کانادا میریم اونجا بشینیم گوش کنیم، شهریار میخواد، مولوی وقتی میره به قونیه اونجا اسم دو تا پادشاه اون منطقه از سلسله سلجوقوما، کیقوباد و کیخسرو، میدونی اینا، یعنی میدونستن چون منطقه ایرانی نشین بود دیگه، تراسیسری کرد و ارمنی هم برای ما ایرانی هستن. ببین میخوام بگم برای همین تو وقتی میگی
برخلاف آنچه که مخالفین میگن، ما یه هویت ملی داشتیم، خود اون هویت ملی خودمونو باور داشتیم و قبولش داشتیم. درسته. این که رومی ها نمیفهمیدن مسئله رو، تاریخ نویسان رومی ها گفتن پرشیا، دلیلش این بوده که رومی ها هویت ملی نداشتن. درسته. رومی ها خودشون رو رومی میدونستن، ایتالیایی نمیدونستن. یکی از نکاتی که الان نمیخوام وارد جزئیات بشم چون افشین دعوا میکنه، شما اگه برید گوگل کنید تاریخ تبعیت یا تبعه شدن امپراتور رو بخونید، در دهه ها یا صده های اول اقوام ایتالیک، با آلمانی میگن ایتالیک، یعنی اقوامی که در اون چکمه هست شبه جزیره ایتالیا، با اونا میگن اقوام ایتالیک، دی ایتالیش شتمه با آلمانی. اینا تبعه روم نبودن. اول تو باید رومی میبودی، اگه 20 کیلومتر اونورتر بودی 5 رومی حساب نمیشد، یعنی جزء امپراتور. بعدن میان تقریبا مثلا حالا حوزه‌زن شروع کردن اول پیش از میلاد، اگه حافظه شدم، اقوام ایتالیک هم بهشون تبعیت میدن، داخل آدم میشن. بعد شروع میکنن به مرور زمان به اقوام دیگه هم تبعیت میدن. یعنی تو میبینین هویت ملیشون وجود نداشته و تا آخر هم بهش میگفتن دست رو میشه امپریوم رومانوم، نمیگفتن امپریوم ایتالیکوم. میدونی؟ بعد چون اینا به خودشون امپریوم رومانوم میگفتن، به ایرانی ها میگفتن امپریوم پرسیکو مثلا. حالا من اینو از حافظه گفتم، معلم لاتین هم دوام نکنه. درست. ولی ما خودمون مشکلمون که یونانی ها هویت ملی نداشتن. خب حالا برگردیم به جواب پرسش. مرسی، خیلی ممنون. بریم به 1800-900 سال پیش تقریبا، درسته؟ شنوندگان زنگ بزنن از من حمایت کنن. امروز نه خوبه، من میخوام، نه میخوام که حیف آخه این تلفن نمیگیریم. تلفن میگیریم مگه؟ نه نه دعوت تلفن نمیگیریم. نه تلفن نمی، دعوت نمیکنه. آره میخوایم بریم که میخوام، یعنی از دست نره وقتمون برای باشه. اردشیر من یه قسمتی حالا میشه اردشیر رو یه ذره دور بزنیم. میخوام برای اینکه درباره این مسئله که تو گفتی نباید صحبت کنم، ولی میخوام صحبت کنم، یه قسمتی رو براتون بخونم از پسر اردشیر. شو درباره تاجگذار اردشیر بسیدی. ما تو نقش رجب که تو همون نزدیک مرودشته، نزدیکای تخت جمشید، کتیبه شاپور اول رو داریم. این اردشیر و شاپور تو نقش رجب و نقش رستم و فیروزآباد یک سری آثار باستانی بر خودشون باقی گذاشتن. بسیجی ها الان با کلنگ برن خرابش کنن. اهورامزدا، برات میخونم مضمون سنگ نوشته رو برات میخونم. میگه خودشو تعریف میکنه، میگه من کی هستم. اوکی. بعد میگه من مزدا پرستم، خداوندگار شاپورم. خداوندگار اینجا اومدم نمیگم کیا، دشمنای ایران گفتن به خودش خدا میدونسته. نه آقا، واژه لورد به انگلیسی هم معنی خدا میده تو بایبل، هم معنی لورد میده اشرافی. درسته افشین جان، پارتین جان؟ حالا اینا به ما که میرسه لوردو میکنن خدا، یعنی به خودش گفته خدا، ولی وقتی به خودشون میرسن نمیگن لورد فلان و لورد فلان ادعای خدایی کرده. یعنی اینجا یه سری خصومت رو میبینی از طرف خودی ها و ناخودی ها. این واژه خدایگان که اینا استفاده میکنن همون لورد انگلیسیه. I am your lord. حتی میدونی که تو انگلیسی میگفتن I am your lord. تو نمیگو من خدای تا. خدا معنیش اینه. حالا مثلا واژه کت خدا رو داریم دیگه. درست. اون کت خدا که نمیگه من خدا. درست. من لردتم. یعنی دست، اون دست خداست، کد خداست. اون ید الله کت خدا. مثلا من الان گبریلم که میدونیم میشه جبر الله. ایرانیه که مسلمان بودن. عبدالله هم داریم. آره عبدالله. آره اینا همش هم گبریل و مثلا ایرانی جمعت میگه من دیگه مسلمان نیستم، اسمش بوده مثلا یدالله میشه جبر و جبر میشه گبریل، بابا همون اسمه جبرالله. حالا میگه من اهورامزدا پرستم، لورد شاپور یا خداوند خدایگان شاپور، شاهنشاه ایران و انیران. دیدی چی میگه؟ شاهنشاه ایران و انیران، فرستاده از سوی خدا پسر اهورامزدا پرست لورد یا خدایگان اردشیر شاهنشاه ایران و انیران، فرستاده از سوی خدا پسر لورد پاپک. ببین این رو نمیگه من خدام. خب اینو قبول کردیم. من نه خیلی مهمه به خاطر اینکه در اون زمان امپراتور روم قبل از اینکه مسیح بشن خودشونو خدا میدونستن.
نیرو ادعای خدایی میکرد، هومودوس ادعای خدایی کرده بود. این نکته خیلی، یعنی ما یه جهشی به سوی جلو داریم و اینها رو دربارش صحبت باید بکنیم. و این ایده پادشاهیشون بوده، یعنی من شاهنشاه پادشاه ایرانم. یه جایی هم متصرف شدن، ایرانی بودن براشون مهم بوده. این آقای اردشیر که ظهور میکنه، دورانی ظهور میکنه در قرن سوم میلادی که امپراتوری روم دوران اضمحلالش قرن سوم و هر دو سه سال یه امپراتور روم ظاهر میشه، دورانیه که ژرمنها و اقوام دیگه در اروپا دوران مهاجرتشونه، شروع میشه این مهاجرت ها، دنیا در حال تغییره و یواش یواش ما در چین الان نزدیک 200 ساله که یه اتحادیه در چین داریم. در مشرق ایران کوشانیان به قدرت رسیدن، یک امپراتوری شاهنشاهی بزرگ برقرار کردن. کجا دقیقا؟ شمال شرقی ایران. این کوشانیان، این سوالی که میکنی درد سرساز میشه، من حافظه میگم. اینا ببین، اینا همیشه که یک منطقه رو نداشتن، که اینا رشد میکنن، بزرگ میشن، کوچیک میشن، ولی حدودا در همون منطقه که طالبان اومد و اون مجسمه‌های بودا رو نابود کرد، کوشانیان بودیست شده بودن در اون منطقه و بعد میرسن شمال، شمالش غربی هندوستان، شمال پاکستان، شرق افغانستان، مرکز افغانستان. این در اینا یه سلسله هندو ایرانی هن، بودیست شدن، ایندو ایرانیش شتمه بسید، ایندو ایرانی هن ترایبز، ولی کوشانیان هستن. ارمنستان الان سلسله پارتی هن. روم در دوران اختشاشش میخوان دنیا رو بشناسیم، چین گفتم واحد شده و اشکانیان به اضمحلال افتادن. اشکانیان واقعا دیگه نمیتونن از ایران دفاع کنن، همونطور که دفعه پیش صحبت کردیم. این مسئله باعث میشه ظهور اردشیر بابکان در اصل یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخی مملکت ما بوده و من شخصا اردشیر پاپکان رو اردشیر بزرگ باید بنامیم، یعنی شخصیتی استثنایی بوده. در دشت هرمزگان شکست میده اردبان رو و تاجگذاری میکنم توی که گفتم و از همون روز اول برات مال شاپور رو خوندم، خودش رو پادشاه ایران مینامه. تاریخ طبری درباره او نوشته، یعنی تاریخ طبری میتونیم استفاده کنیم. کارنامه اردشیر پاپکان رو داریم، تاریخ نویسان رومی رو داریم. اگه پرسشی هست در خدمت تام افشین. میخوام ببینم که اردشیر بابکان چه کارهای مهمی انجام داد و چقدر اصلا این حکومتش چقدر طول کشید، چطور خودش به مرگ طبیعی مرد یا تو جنگ کشته شد، چطور اینا رو یه ذره توضیح بده بسام. اردشیر بابکان حدود 241 که پس از میلاد از دنیا میره، به مرگ طبیعی مرد. دورانی که پادشاه میشه میان سال بود و در دوران پایانی در دوران دقیقا میشه همواره یا به خصوص چند سال بعد همیشه در کنار پسرش ظهور میکنه، یعنی قبلش با شاپور بود، بعدش با اردشیر، ببخشید عذر میخوام، قبلش با من بابک، ببخشید پدرش با شاپور بابک. برادرش رو میمیره، بابک با اردشیر، این سنت رو اردشیر اداره میده با پسرش شاپوره و بهشون هم پادشاهی بوده. سکه های طلا سکه زیادی ما از دوران ساسانی داریم، یکی از کوچیکه که ما خیلی کمک میکنه سکه های دوران ساسانی. فیروزآباد یکی از بازم نقش زیبای سنگنگاری زیبایی از اردشیر وجود داره که سوار بر اسب و اهورامزدا سوار بر اسب و اینا دیدی روبروی همینطوری وایستادن و این یه نقطه پادشاهی رو به هم میدن. اول یه نکته خیلی جالبی توشه، برابری انسان با خدا. حالا ممکنه بگیم آقای شاه بوده، ولی ما باید به عقب برگردیم. ما باید ببینیم مثلا خلیفه اسلامی خودشو کوچیک میدونه دنبال خدا، ما اینجا ولی یه انسان رو ببینیم که سوار بر اسب روبروی اهورامزدا زانو نزده. میدونی چی میگم؟ حالا شاید بعضی میگن شاه میخواد، اول شاهه، بعد یواش یواش وزیرش میشه، بعد اشراف، بعد به ما میرسه. ببین تاریخ چیز تدریجیه، ولی این خودش برای انسانیت یه قدم به جلوه. پادشاه خودش خدا نیست، خدایگانه، لرد. اینا چیزاییه که باید دربارهش صحبت بکنیم.
در کتیبه هایی که مختلفی که نشون، من میخوام یه قسمتی رو اگه اجازه بدید براتون آماده کردم، حالا اگه گم نکرده باشم. این کتاب اردشیر هوکان، کارنامه اردشیر پاوکان در زمان خسرو انوشیروان نوشته شده و ادعا میکنه، ولی مسائلی توش هست که خیلی زیباست. من یه قسمتیشو میخوام اگه اجازه بدید پیدا کرده بودم. یه مطلبی تو بگو افشین جان، من اینو باید آماده کنم. من میخوام بگم که اگه ممکنه به همونم بگو که این کتابی که در زمان انوشیروان نوشته شده بعدن کجا پیدا شده، چجوری ترجمه شده و چطور الان به دست ما رسیده. اینم یه توضیح کوچیکی اگه ببینید. کلن کتب پهلوی در ایران باقی مونده بود، اینا زرتشتیان در نگاهداری اونها باید ستوده بشن، بعد عده از ایرانیان به هندوستان رفتن. مثلا وقتی صادق هدایت میره همیشه کم گمانی گویچا رو یا ترجمه میکنه دو فصلشو، اینا رو از هندوستان، اینا منابع مختلفی باقی موندن. فراموش نکن که برخلاف دروغی که ما گفتن، ایرانی‌ها یهو مسلمان نمیشن تا قرن دهم. خیلی‌هاشون زرتشتیان هنوز، یعنی 40% مردم زرتشتیان و اینا این کتابشون رو نگه می‌دارن. در واقع از قرن دهم 11 میلادیه که خود زرتشتیان متوجه میشن یه جورای دیگه داره به پایان میرسه، و تا زمانی که صفویان زرتشتیان رو قتل عام می‌کنن چیز نزدیک 1 میلیون آغاز دوران صفوی ما زرتشتی داشتیم. و موبدان زرتشتی پهلوی رو سخن میگفتن، کتابا رو نگهداری میکردن، حفاظت میکردن، و خوشبختانه این باعث شده که خیلی از این مسائل ما برسه، یعنی فرار زرتشتیان به هندوستان. و الان مطلبت آمده است؟ یعنی که من چون داشتم پاسخ تو رو میدادم، نه فقط در باره اینو بگم که اردشیر زمانی که پادشاه میشه، چون تاریخ همیشه ایران در دو جبهه مختلف، یکی در شرق یکی در غرب، در حال جنگ بوده با کسانی که میخواستن تجاوز کنن به ایران. غرب رومی ها این کار میخواستن بکنن و شرق هم قبایل به سلام کسایی که بعدا از میشن مغول ها و اینا، یعنی قبایل نسبتا صحرانشین اون قسمت شرق ایران و شمال شرق ایران، در حقیقت شرق افغانستان میتونم بگم، شمال افغانستان. به هر حال چون در این دو جبهه دائم داشتن می‌جنگیدن، همیشه ارتش آماده لازم داشتن که در این دو جبهه بتونه مقابله بکنه، چون اینا مثلا یه سال حمله می‌کردن یه سال حمله نمی‌کردن. و زمان اشکانیان هم اینطوری بود که هر وقت که جنگی پیش می‌اومد، اینا می‌خواستن از قبایل و شاهنشین‌های دیگه که نیرو بفرستن اونجا. ولی زمان اردشیر اون بعد از این 400 سالی که ارتش واحدی وجود نداشت، میاد میگه که نه، ما باید یه ارتش واحد داشته باشیم، یک ارتش همیشه آماده داشته باشیم. بنابراین ارتش درست میکنه. زمان اردشیر به نظر من که کاری خیلی مهمی که اردشیر میکنه اینه که میاد ارتش درست میکنه و یه شکلی به این ارتش میده که نظمی تعیین میکنه براش، حقوق براشون تعیین میکنه، سلسله مراتبش رو مشخص میکنه که همون درجه بندی تو ارتشه. و جالب اینه که برای من حداقل خیلی جالبه که خود شاه در تمام جنگ ها حضور داره، در بیشتر جنگ ها. شاید پادشاهان هم اشکانی هم البته اینطوری بودن، ولی ساسانیان بیشتر، حتی در خودشون رأس، یعنی فرمانده اصلی جنگ بودن، جنرال اصلی بودن که پا به پای بقیه سربازاشون شمشیر میزدن یا نیزه مینداختن، و خیلی هم مفتخر بودن به اینکه بهتر از بقیه سربازا میتونن مثلا نیزه بزنن یا شمشیر بزنن. به هر حال یعنی آدمای ترسویی نبودن که اون پشت قایم بشن و فقط دستور بدن. و این جنگام اکثرا جنگ هایی بوده که میتونم بگم شاید 90% جنگایی که در زمان اشکانیان و ساسانیان انجام میشه، جنگایی که در دفاع از ایران انجام میشه، نه برای حمله، برای مثلا فتح یک کشور دیگه. اشاره کردی به واژه انیران، ایران و انیران. یک محدوده ای رو به عنوان ایران متصور بودن و میگفتن این اسمش ایرانه که کامل تحت کنترل حکومت مرکزی بوده، و یک قسمتایی مثلا مثل ارمنستان یا جاهای دیگه بودن که اینا آن ایران حساب میشن، یعنی جزء ایران نبودن ولی تحت الحمایه ایران بودن، که اونا رو بهشون گفتن آن ایران. یعنی همون واژه‌ای که الان تو انگلیسی هم داریم که یه چیزی وقتی مثلا میخوان منفیش بکنن یه آن میذارن، مثلا آن نون یعنی ناشناخته. در ایران هم همینطور بوده، آن ایران یعنی غیر ایران، ایران نبوده. یا مثلا انوشیروان، همون انوشیروان، شیروان ظلم، آن میشه غیر ظلم، دادگر، برای همین میشه دادگر انوشیروان. من خواستم اینا رو بگم که تو هم نمیدونم الان مطلبت آماده شد. من میخواستم اشاره کنم، سپاس از گفتت، به نامه اردشیر پاپکان به الکساندر سوروس امپراتور روم، که گفتی که این چی کار کرد. اولا در واقع محل تاجگذاری اردشیر هوکان
گفتمان گفتهای مختلفی وجود داره. بعضی میگن معبد آناهیتا بوده در نزدیک کازیرون. میگم در واقع این دوتا کسی حمله نکنه، ولی میدونیم که در استان فارس بوده. درسته. و همین هم نزدیک به هم بودن. ولی یکی از مهمترین کارهایی که اردشیر میکنه 226 پس از میلاد رسما تاجگذاری میکنه، لقب شاهنشاه ایران رو داره و میبینیم که با یکی از شاهزاده خانمای اشکانی هم ازدواج میکنه بعد چند پسر رو بعد از اون زاده. شاپور پسر یک شاهزاده اشکانی نیست. اینو بعضی اومدن گفتن که شاپور ببخشید همیشه شاپور یکم مادرش اشکانی بوده، دروغه، چون شاپور از روی سکه ها میدونیم که پیش از تاجگذاری اردشیر کنارش بوده، ولی با شاهزاده خانم اشکانی هم ازدواج میکنه. ما میدونیم که خاندان اشکانی در دوران ساسانی قتل عام نمیشن، در حکومتن، در چیزا. ولی نکته‌ای که اینه که جنگ هایی که با رومیا داشتن، من اینجا برای توی قسمتی رو آماده کردم، میخوام مطلبی که درباره الکساندر سوروس 228 میلادی نگاش به روم، میخواد انتقام بگیره شکستایی که اشکانیان از رومیا خوردن و نامی به الکساندر سوروس میفرسته. اینجا میخوام درباره قصه صحبت کنیم، بعد چیزا رو بعد ساده صحبت کنیم. آرتین جان، آرتین جان، اسکندر به انگلیسی چی میشه؟ الکساندر. یعنی تو اینجا میبینی، دمت گرم. اولا آقای اردشیر، ما به آلمانی میگیم آرتاسرکسس، اسم پادشاهان هخامنشی هم هست. درسته افشین جان؟ بله بله. یعنی تو داری یه نفر که اسم پادشاهان هخامنشی روشه، بعد طرف مقابل امپراتور روم زمانی که تاجگذاری میکنه اسمش چیه؟ اسکندر. و ما الان باید خودمون ببریم به 2000 سال پیش. مردم تو سمبول ها خیلی زندگی میکردن، سمبول ها خیلی مهمتر بود از امروز برای ما. این یه چیزی که ما خیلی فراموش میکنیم. مثلا ما هیروگلیف های مصری همه سمبولی کرد. حتی الف با که می نوشتن یه شب قوس می دادن و خیلی چیز اینا، همه چی نمایشی سمبولی بود. رنگ ها خیلی مهم بود، سمبول ها خیلی مهم بودن. و اینم یه مسئله مهم بود. من اردشیرم از خاندان هخامنشی، چون خودشونو به هخامنشی ها نسبت می دادن، می گفتن به اونا نیاکانمون، حتی نوشتن. و اینم اسم در یه نامه می نویسه. اولا 400 تا سوار ایرانی رو از این زیره های دبش به اصطلاح عامیانه اینا سوار میکنه، میفرسته الکساندر به روس و برمیگرده اینجا میگه که گورتو گم کن. اینجا مال نیاکان من بوده. و نامش تقریبا نامه این گونه است که میگه که من اردشیر فلانم، پسر فلان، پسر فلان، اینجا آسیا سرزمین نیاکان من بوده، خونه بابام بوده به اصطلاح. درسته. برو را تو بکش برو. و این، حالا اینو من خیلی ساده عنوان کردم، ولی این باز نشون میدهنده هویت ملیه، هویت ملی تاریخیه که شما حساب کن قرن چهارم پیش از میلاد اسکندر اومده، اینا قرن سوم پس از میلاد، یعنی چیزی فکر کنم اگه اشتباه نکنم 700 سال مثلا 650-700 سال گذشته. ببین افشین، 700 سال چیز کمی نیست. بودم 500 سال البته گذشته بعد. نه دیگه، هخامنشی 330 اسکندر 320 میمیره پیش از میلاد، 320 تا ببریم ور از اون ورم 226 تا بهش اضافه کن چقدر میشه؟ 500 خورده ای. 500 خورده. آره من درست. این نزدیک 600 سال دیگه. اوکی. آخه من گفتم قرن 4 پیش از میلاد قرن 3 اینا اینطوری حساب. اصلا که مسئله نیست الا. ولی 321 اگه از زدش اسکندر مرد، اگه اشتباه نکنم. 320 321 پیش از میلاد مرد. این هم 226 بره بیرون اونام قبول نمیکنه جنگ. ولی ببین 550 600 سال چیز کمی نیست. بله خیلی زیاده، درسته. و تو این حافظه میمونه. این حافظه تاریخی تو ذهن ما مونده، درسته، که اون جد من بوده. بعد به کوروش برسی میشه 700 800 سال. درست درست. و این یه نکته‌ایه که ما رو ساسانیان باید دقت کنیم، نه که چقدر جنگید با کی کش کیو زد لتو پار کرد، نه. درست. ولی این در شاهنامه هم که میدونی ازش خیلی یاد شده. هره. و بعد اینجا جنگ ایرانیان با رومیا شروع میشه. من قسمتی رو آماده کردم، به حمله رو شروع میکنه، حمله به جنگ بین ایرانیان و رومیان شروع میشه که شکست میخورن.
لشکری که رومیان به خوزستان میفرستن به شرق نابود میشه به کل، یعنی لطوپار میشه اندازه عامیانه بگم. و ارمنستان ادعای جدایی از ایران میکرد، اونا هم یک خسرونامی بود، حتی خسرو هم جدا خوبی بودن، اونا هم غیر از این یکی رومیا بچسبونه، اونا هم شکست میخورن، ارتش رومیان در خوزستان شکست میخورن و در اصل مرز دجله رو ما حفظ میکنیم برای خودمون. دجله افتاد یادته و تیسفون ها یادم نرفته، تیسفون رو مرز پایتخت ایران قرار میده، یادمون نره سلوکی و تیسفون، سلوکی این وره چی میگن دجله، اون یکی این وره، یعنی 2 کیلومتر فاصله دارن با همون رو دن. تیسفون پایتخت ایران میشه، ولی یه نکته خیلی مهمه، تیسفون شرق دجله است اگه اشتباه نکنم و از لحاظ دفاعی دفاع کردن ازش راحت تره در برابر رومیا البته. بعد آره متاسفانه از اون پایین زیاد چیز نبودیم. آره. ولی 241 میمیره، یعنی تو نگاه کنی دورانه یک نکته هست آقای آرتین، شما حواسم بود داشتی کار دیگه میکردیم و صحبت میکردیم دارم گوش میکنم، یه شباهتی تقریبا بین رضا شاه و اردشیر هوکان وجود داره. اگه گفتی چی بود من بگم؟ بگو. ارتش درست کرد. آره اینا که چی، ولی دوران پادشاهیشون، دوران قدرتشون دیگه، پسرش همزمان پسرش دوران رضا شاه 16 سال پادشاه بود، یه 2 سال خورده قبلش هم وزیر و این چیزا بود. تا اگه بیاد 224 پس از میلاد که این شورش میکنه و قبلش 2-3 سال قبل شورش میکنه رو جای بگیری، 200 تاج گذاری 241 میمیره، میشه 15 سال پادشاهی تقریبا، هم شبیه رضا شاه 2-3 سال قبلش هم که قدرت گرفته و هنوز تاج گذاری نکرده و تقریبا شبیه زمان رضا شاه. و این دوتا خیلی با هم شبیه هن. یعنی کارهای بزرگی که انجام میدن خیلی با هم شبیه هن. اردشیر و هوکان، شاپور که الان میخوایم بهش برسیم، شکست های سهمگینی به رومیان داد. اردشیر شاید در چی میگن، خب اگه بین خودمون باشه، محمد رضا شاه، خیلی میگن رضا شاه بزرگ آره کارهای بزرگ کرد، ولی محمد رضا شاه اصلاحات ارضی شو دست کم نگیرید کارهایی که تو ایران کرد، ولی رضا شاه ایران رو نجات داد، میدونی؟ درست. اگه بخوایم واقعا ولی کارهایی که محمد رضا شاه انجام داده لیست وار بذاریم، خب بیشتر از رضا شاه هم بود ولی رضا شاه ایران رو نجات داد، پایه هاشو درست کرد در حیات. اردشیر پاپکان ایران رو نجات داد. بله. برای همین میخوام الان به شاپور برسیم، چون وقتمون کم، میخوام درباره مانو هم صحبت کنیم. اوکی. شاپور یکم، بعد بدونیم که تقریبا 7 سال 10 سال آخر پدرش حتی در جنگ با رومیان سردار بود، یعنی هم پادشاهی بود، بنابراین 241 که رسما پادشاه میشه، نمیتونیم رسما اینجا بود، لقبش اگه گفتی چی بود؟ شاپور. آره. شاپور یک نبرده یا جنگجو. شیرو. و او پادشاه دیگه، پادشاه بوده در تاریخ بشریت و این اداره کرد و رومیان خواستن اینا سانسورش کنن. این تنها پادشاه جهانه که یه امپراتور رومی رو گروگان میگیره، اسیر میکنه، یه امپراتور رومی میکشه یا در جنگ با او کشته میشه و یه امپراتور رومی باید به او خراج بده. درسته. هیچ کس نتونست این کار رو بکنه. والریان رو که دیدی همه جا هست دیگه تو چیز درسته. بعد فیلیپوس عربوس بهش خراج میده و گوردیان هم که اومده و باش به جنگه، ایرانی ها دام میکنن در جنگ کشته شد، رومیان میدونی که رومی همشه میگفتن نه تو جنگ کشته نشد، رفت خونش تکته قلبی کرد آره. یه چیزی وسط داری، هرچی بود جنازش از ایران اومد بیرون گوردیان. درسته. و این شاپور نبرده، شاپور بزرگ در اصل پایان داد و این یک مسئله جهانی باید در بارش گفت. من در اروپا زندگی میکنم، شما در آمریکا، آرتینم پناهنده ملکی انگلیس در کاناداست. من پناهنده نیستم. من اینجا چیزی که اعصابم رو خرد کرده اینه، انکار تأثیر قدرت ساسانیان در تقسیم امپراتوری رومه. یعنی وقتی میان درباره کنستانتین کوچولو که اینا بهش بزرگ میگن صحبت میکنن، من نمیدونم چرا بهش میگن بزرگ، کاری بزرگی نکرد. این وقتی میاد مسیحی شد فکر کنم بخاطر آره این... اونم تازه اونم هم گندش در اومد که دروغ گفتن گندش در اومد، بعد اومدن گفتن نه
زمان مرگش نفس آخر رو که میکشید غسل تعمید شد. ما هم بعد اون ارثش هم که گفته بودن، بعد آخوندهای مسیحی گفته بودن که تو ارثش اومده بود تمام متعلقات امپراتور رو به پاپ مسیحیت بخشیده بود. به آلمانی میگن کنستانتینیش شنکوم، که ما یه قسمتی رو وسط ایتالیا داشتیم به نام پاتریمونیوم پتری که زمان همین میکلانجلو اینا پاپ اونجا کشور داشت، نه وسط ایتالیا. اگه مثلا ایتالیا قسمت قسمت تقسیم کنی، اون قسمت وسط کشور برای خودش بود که پاپ اونجا شاه هم بود، مثل ولایت فقیه خودمون. گفت بودن پاتریمونیوم پتری. بعد اروپایی‌ها میگفتن چرا بعد تو اونجا چی میگی؟ نه اینا به من ارث کنستانتینه، این وصیت کرده بود که این زمینا مال پاپه. میگن با آلمانی میگن هدیه کنستانتینی، کنستانتینیش شنگ. بعد جای شما خالی آرتین جون در اومد کنم قرن 12 13 یکی از این متخصصا هم زرد معلوم شد تقلب بوده. اون وسطا گندش در اومد. آقایون پاپای مسیح آخوندامون مثلا اومده بودن وصیت نامه کنستانتینو جعل کرده بودن. این 700 سال گندش در اومد. بعد شاه فرانسه برگشت گفت واسه مال شما نیست دیگه. گفت نه، ولی در خواب نما شد. ولی حضرت مسیح در خواب من اومد گفت کنستانتین میخواست که اینا ارث بده به شما. حالا برگردیم سر شاه. حالا میخوام اینو بگم. این کنستانتین کوچولو اول قرن 413 و اینا که میدونیم که دوران پایانیش هم هست و اینا، این میاد تقریبا میگن او بود که روم و شرقی و غربی که البته بعد از اون یه مدت هنوز چسبیده، ولی در اصل چیزی که سانسور میکنن اینه که پیش از اون هم تقسیم روم در اصل انجام شده بود. یعنی حتی اومده بودن در روم چهار مقام به وجود آورده بودن که دو تا سزار بودن و دو تا آگوستوس. اینا اصلا اسم سزار و آگوستوس در قسمت شرقی آگوستوس بود و یه سزار، در قسمت غربی آگوستوس بود و یه سزار. یکی شاب مثلا یعنی دو هم پادشاهی بود، یکی بالاتر بود یکی پایین تر، میدونی؟ بعد یکی که میبرد دومی بعد جانش از میانه قرن سوم باشه قرن سوم میلادی. و این افشی جان اینو برام پرگویی کردم دوستان یه ذره تاریخ بدونن. این دروغ آمریکاییاست که میان اینو وصل میکنن به کنستانتین. قبل از اون این تقسیم شروع شده بود در تقسیم روم به چهار مقام آگوست، دو تا آگوست و دو سزار، و درست این همزمان با پیروزی های شاپوری یکمه. یعنی تقسیم امپراتوری روم 80% به خاطر پیروزی های شاپوری یکم در مشرق زمین بوده و این تاریخ جهان رو تغییر داده. درسته. این اونم رابطه شاپور در زمان شاپور با چینی هم جنگی شد، یعنی تو شرق هم جنگ داشتن. چینی ها معمولا چینی ها خیلی آدم های کوچولو بودن، بعد با چینی ها نمی جنگیدن چون چینی ها میشکستن، نمی شد جارو کرد چیزاشونو. نه یه چیزی که الان سوال خوبی کردی هفچینجا. اگه دقت کنی ما در زمان اشکانیان ساسانیان هیچ وقت با هندی ها نمی جنگیدیم، با چینی ها نمی جنگیدیم. مشکلمون با چون اولا از لحاظ جغرافیایی سلسله جبال هندوکوش یه مرز طبیعی بود، یعنی ما البته در اوایل دوران ساسانی کوشانیان در اون منطقه هستن که بعد در همون دوران ساسانی سلسله کوشانیان از بین میرن، ساسانی اون منطقه رو متصرف میشن و یه شاهزاده ساسانی رو امیر اون منطقه میکنن که سکه میزد به نام کوشانشاه. برای نمیخوام کسایی که ادعا میکنن فدرالیسم به خاطر که میگن پادشاه یعنی شاه شاهان، اینا تاریخ خوب نخوندن افشین جان. اگه یه شاهزاده ساسانی رو والی منطقه میکردن اون اجازه داشت به خودش بگه کوشانشاه، بگه سکاشاه، ولی شاهزاده ساسانی بود. درسته، میدونی چی میگم؟ و ما سکی... اون موقع اینجوری اداره میشده دیگه کشورها. نه البته بگم، نه دلیل داره، مثلا همین لقب کوشانشاه بعد از تصرف منطقه کوشانیان تا زمان شاپور دوم، بعد دیگه کوشانشاه نمیگن حتی به خودشون. فقط اون ببین چون یه منطقه تازه متصرف شده است، یه شاهزاده ساسانی میفرستادن که منطقه رو بتونه آرامش بده. حالا بعد با چینیا در جنگ نداشتیم. باز هم اینجا یه چیزی که فراموش میکنیم صحرای گوبی آسیای میانه است. منظورم همونه، منظورم هم باز یه فاصله بزرگ بین ما مینداخت، میدونی چی میگم؟ درست. بعد شاید هم زیادی متمدن بودیم، وحشی ها معمولا در غرب ما بودن. ما هیچ وقت با هندوها و چینی ها جنگ نداشتیم و خودت هم میدونی پس دست پایان دوران ساسانی شاهزادگان ساسانی به چین پناهنده میشن و میدونی که
دو پسر یزگرد روانشاد زنده یاد یزگرد سوم با دختر امپراتوروم عروسی میکنه و تا میانه قرن نهم میلادی هم فرزندان و نوادگانش در یکی از استانهای چین استاندارن. خب حالا چرا اینا به خودشون میگفتن کسرا؟ کسرا ما نمیگفتیم، عربا خسرو نمیتونستن بگن، خسرو یعنی کسرا. اوکی، تا همین هم رفته توی تا خسرو، خسرو کردن کسرا. درست. اوکی کسرا جان یک بریک کوتاه بگیریم. آره یه آهنگی چیزی بذار. آره یه بریک. نظر درباره سرود شاهنشاهی نه، اینه تکراریه نه. ای ایران خودش سلیقه‌اش خوبه میذاره. سلیقه داره؟ سلیقه دارم بابا. اصلا کارم اینه که بخوام درباره مانی هم صحبت کنیم یه رو 20 دقیقه. یعنی خواخه خودت ای توضیح میدی چیکارت کنم تو رو؟ از برو بریم، ولی زیاد که باید جزئیات نشدم. نه درخش درخش کبیان کهن ترین درخش پرچم هخامنش. دکتر زرتاش ستوده این آهنگ رو نوشته، متنش از دکتر ستوده است، آهنگش هم دکتر ستوده است. در برابرت به خاک دشمنان نابکار، در برابرت به خاک دشمنان نابکار. درفش میهنم، درفش میهنم، ماد کشورم، ماد کشورم. ایز اشکانیان، ایز ساخسانیان، یادگار ای تو از باستان ماندگار. بله این کپیتالیسم به معنای واقعیش بود و و البته من اینجا باید بگم که این اون موقع ایرانایی با دکتر ستوده یک شنبه مصاحبه میکردم 7-8 سال پیش، ایشون اولین بار این آهنگو به من نشون دادن و گفتن پخش کنیم و بعد خودشون زحمت کشیده بودن برای درست کردنش و بسیار هم آهنگ زیبایی. خب بعد از اینکه آگهی تبلیغاتی کپیتالیستی رو انجام دادیم برمیگردیم به بحثمون درباره شاپور یکم. میخوام در دوران شاپور یکم ما چند تا جنگ داشتیم و بعد میخوام به مانی برسم. افشین جان خب الان اصلا میخوایم مانی رو بگو بخاطر اینکه جنگاش تموم کنیم بعد جنگا خیلی طول میکشه. جنگا دارم مانی بیشتر طول میکشه پس میفته برای هفته بعد بخاطر اینکه 10 دقیقه دیگه برنامه تموم میشه. خب حالا بگو هر کدوم میخوای بگو 10 دقیقه وقت داریم. اوکی شاپوری یکم به اون زمان اول با گردیان در میفته. در نصیبین من رفتم اون شهر رو. آره نصیبین ولی کردیشی میشه الان رفتم خودم نگاه کردم نیشابین میشه. نصیبین در جنوب ترکیه است. اونجا بودی افشین؟ من رفتم اونجا یه شهر کردنشینه. میخوام اتفاقا بهت بگم که تو همین یکی دو سال پیش که دو سال پیش بود فکر کنم درگیری خیلی شدید شد بین کردها و دولت اردوغان، تقریبا این شهر رو داغون کردن و این یکی از شهرهایی بود که من تو تاریخی که رفتم به خاطر اینکه چون تو تاریخ خونده بودم، تاریخ جنگا رو خونده بودم، رفتم اونجا رو ببینم که ببینم چه شکلی بوده این شهر و اینا. شهر تقریبا زیر خاک رفته اون شهر قدیمی و یه قسمتی اون وسط شهر رو یه کلیسا توش پیدا کرده بودن، در آورده بودن. یعنی بعد مثلا چند تا پله، شاید 10 تا پله می‌رفتی پایین تا
تا میرسیدی، یعنی انقدر شهر پایین تر بود، روش قشنگ شهر دیگه ساخته شده. ولی اونجا رفتم من دیدم، آره حدود سال، نه دو سال پیش نیست، من سال 2013 اونجا بودم، مارش 2013 من اونجا بودم. بگو آره. همه جا بودی ها؟ آره دیگه. این چیزه این جنگ یه نصیبین، الان فکر کنم به نظرم میاد معرب شده، یعنی به نظر میاد چون شهر کردیه، قشنگ لب مرز سوریه است. آره آره، اینو معربش کردم. این اسم باید ریشه قدیمی داره، ریشه کردیش نشیبین یا هم چیز بیشتر به نظر درست میاد، ولی ما چون اگه بگیم اینو بگیم به ما برمیگردن سب میگن سواد نداری، برای ما رفتیم معربش رو گفتیم. آه. که بگن شهر آمدم که خیلی میدونی شهر مهمیه در اون منطقه، الان شده دیار بکر، همون دیار بکر. انطاکیه بودی در سوریه؟ انطاکیه هم بله، اونجا من انطاکیه بوده یه ماه یه ماه و نیم بودم، بخاطر اینکه می‌خواستیم بریم تو سوریه. انطاکیه تو ترکیه است الان. آره آره آره، حتی موزهش هم رفتم دیدم، همه این کاشیکاریا و اینا. انطاکیه هم جنگ‌های بزرگ بوده. ما اونجا می‌دونید من یه آدمی هستم که خوشم مثلا اساسوزا هم کارو می‌کنه، همیشه میگه زنده یاد مزید. ما ایرانی‌ها یه ذره به تاریخمون بی‌محلی می‌کنیم. مثلا آقای دونالد ترامپ میره با کره شمالی مذاکره میکنه و اولین خواست به مانی رو میندازیم هفته دیگه، مانی میذاریم هفته بعد. خیلی همه شخصی رو آرتین شد، قولمو نتونستم انجام بدم. اره. ولی دفعه هفته دیگه واقعا میخوایم درباره مانی کلا صحبت کنیم. پس الان یه دونه این جنگای شاپور رو بگو. در اصل اون جنگا رو میگم دیگه. ببین فقط اینو میخوام بگم، درباره مانی مزخرف زیاد گفته شده برای خراب کردن ساسانیان. از همین الان شنوندگان برنامه دارم به دوستاشون خبر بدن هفته دیگه از نوشته های خود مانی میخونیم، نه از نوشته های خود مانی، از دفاعیات مانی براتون میخونم که خودتون ببینید مانی چی میگفته. اوکی نه بعدش رو میگم نه خودتون رو موقع متوجه میشید. خودشون رضا خود مردم که برنامه مسعود سطر اومدم از کتاب ولایت فقیه خمینی خوندم. درست. که مردم ببینن ایشون دموکرات بودن یا نبودن. هفته دیگه درباره مانی این کارو خواهیم کرد. حالا چون افشین خیلی جنجو هم دقت کرده باشین، اصلا این گلادیاتور افشین تمام شهرهایی که تو جنگ بوده رفته. ایشون قبلا پادشاه حبشه بوده. حبشه بوده. اصلا قیافه حبشی داره. جدا؟ بعضی میگن حبشه از حبشه اومده. آره نمیدونم من. چه پشه زیاد میکشتن. یادم نمیاد. خلاصه شاپور یکم، شاپور بزرگ، پادشاه ایرانی که واقعا به ایرانی بودنش یه قسمتی از کتیبه‌اش هم خوندم، نقش رجب، نقش رستم از خود چیز داره. در زمان پدر این گردیان میاد، جنگ شروع میشه، همون نصیبین. چرا این جنگ انجام میشه اصلا؟ سر چی اینا میجنگن؟ گفتم که مگه آقا خواب بودی؟ نامه نوشت به الکساندر سوروس گفت خب میدونم، ولی اون که مال اردشیر بود. اون مال اردشیر بود. بعدش شما ان ایرانیان غیر آریایی به قول وضعیا سوال مطرح نمیکنی. رومیه چه غلطی میکرد تو منطقه کردنشین؟ درسته. پس برای همین وارد جنگ. ایرانی نشین بود. همه ایرانی بودن. رومی اومده بود تو نصیبین چه غلطی میکرد؟ الان ما فکر میکنیم اونجا ترکیه هست، اون موقع سیسقی ترک توش نبود. درسته. منطقه لوانته، منطقه چی میگن غربیش یونانی نشین بود، وسطاش قاطی بودن، منطقه شرقیش ایرانی نشین بود، کرد و ارمنی ایرانی بودن. اون موقع زبانه ها پهلوی بود دیگه، زبانه هم که فرق نمیکرد با هم دیگه. درسته. بنابراین ایرانی نشین بود، ما رفت ایران رو داشت میگیره. این از اون سوالا بود که الان به آرتین میگفتم تیر خلاص رو بزن. ها ببین در اصل نصرین چه ایرانی نشین بود. اینم نامش اومدی که این خانه پدریمونه گروتو گم کن، نامه معروف ببین این اردش دکترین اردال، من شوخی میگم این دکترین ساسانیان بود. یعنی نامه ای که اردشیر پاپکان مینویسه، شما همین تئوریا رو در کارنامه اردشیر پاپکان هم میبینی که در زمان خسرو انوشیروان یا بعضیا میگن خسرو پرویز نوشته شده. دکترین ساسانیان این بود که آنچه که مال هخامنشیان بود سرزمین ایرانه، مال ایرانیانه، گجستک یک اردش اسکندر نفرین شده ملعون اهریمنی بوده، باید از ایران بیرون ریخته بشه. برای همینم هم تمام مدت می جنگن اینا رو بیرون کنن. کاری که اشکانیان هم میکردن چون این رو باید بفهم. یعنی برای فهمیدن ساسانیان باید بدونیم که اندیشه ساسانی اندیشه زرتشتی بود. درست. از دید اونا
یونانیان و رومیان فرزندان دروغ بودن، دروغوند بودن، دیو دروغ بودن، نجس بودن، کثیف بودن. از رفتاری که رومیان با زنانشون میکردن خودشون، زن تو ایران ارزش بالایی داشت. همونطور که امروز تو اروپا و آمریکا نگاه چپ میکنن به خاورمیانه که با زناشون بد رفتاری میکنن، اون موقع برعکس بود. خاورمیانه زن ارزش داشت. وقتی نرو زنشو با لگد، زن حاملشو انقدر میزنه با لگد میکشه جلوی درباریانش، آب از آب تکون نمیخوره. یه رومی میتونه زن خودشو بکشه، دادگاهی نمیشد. در امپراتوری روم یه رومی میتونه زنش خودشو بکشه. درست. دختر خودشو میتونست به فاحشگی بفروشه که بعضی این کارو میکردن. رسما میتونستی دخترشو بره به فاحشگی بفروشه. کجای ایران اساساً یه پدر میتونست دختر خودشو به فاحشگی بفروشه؟ تفاوت‌ها رو ما نمیدونی. همش فیلم‌های هالیوودی رو نگاه می‌کنن، دیدی؟ زن ماتیک زده انگار مثلا از نیویورک رفته تو فیلم. و این داستان اینه. یعنی از دید ساسانیان رومیا وحشی بودن. خب بعد این جنگی که با گوردیان کردن، جنگ. اول گوردیان پیروز میشه در بسیاری از جنگ‌ها. بعد جنگ آخر در همین هولوش نوسیبین، این اول شاپور میره نوسیبین رو میگیره، میاد. ببین همش دعوا بوده که دجله مرز اون باشه یا فرات. دجله هست یا فرات، بعد میرسونیم خودونو مدیترانه، دوباره میزنن اون عقب برمیگردیم. از اون بعد تو ارمنستان همیشه دعوا بوده، همیشه بخوایم نقشه جنگی بوده. این میزن اینا رو میزنه عقب، میندازه به فرات، میزنه میاد جلو. دوباره گوردیان حمله میکنه، ایرانی‌ها رو عقب میزنه. در جنگ آخر ما میگیم کشته میشه. رومیا میگن نه، سکته کرده، میدن بادوم زیاد خورده بود معده‌اش. گوردیان از بین میره. بعد والریان میاد. والریان سن بالایی داشت. اون موقع روم مشکلات مختلفی هم در مرزش با ژرمنا داشت. والریان با 70,000 سرباز میاد. انتاکیه، حالا این قسمت رو آماده کردم. والریان یا والریانوس که میدونی که اسیر میشه این بنده خدا، یعنی گوردیان در قصد از دنیا میره، میمیره در جنگ. والریان حالا زار میشه. والریان یه امپراتور با تجربه بود، چون با جنگ با ایرانیان کشته میشه، تو کتابا میگن ضعیف بود، ولی زندگیشو میخونی امپراتور با تجربه بود، قوی بود. ولی خب خدا رحمتش، جنگ ولی کشته نمیشه تو ایران، دستگیر میمیره. ولی چون آره با 70,000 امپراتور رومی میاد میجنگه در نزدیکی انتاکیه با ارتشی انتاکیه. تو بودی دیگه، کجاست انتاکیه؟ بودی در انتاکیه، جنوب، یکی از جنوبی ترین شهرهای ترکیه است. تو یه حالت زائده‌ای به ترکیه وصله، تو اون زائده هست. آره دقیقاً. هم یعنی در حقیقت تو میبینی ساسانیان دارن میرسونن یواش یواش به آسیا صغیر خودشونو، میخوان وارد رومیا رو بیرون کنن. در اونجا یکی از بزرگترین جنگ‌های تاریخ ایران انجام میشه. شاپور بزرگ یک نقشه جنگی به اصطلاح دبش میکشه و 70,000 لژیونر رومی محاصره میشن، تارومار میشن، به اصطلاح عامیانه پدرشون در میاد. یک جواهر معروفی کامیوش میگن، مانندی است به صورت چیز این نقش که نشون میده شاپور خودش دستشو میذاره رو شونه والریان به علامتی که خودم والریانو اسیر گرفتم در جنگ. جلسه رومی ادعا میکنه هم چیزی نبوده، والریان اسیر نشده. خالی بندی. حالا یه نکته جالب راجع به این جنگ اینه که این والریان که اسیر میشه، به علاوه یه تعداد زیادی سرباز، چون 10,000 سرباز هم اسیر میشن، 70,000 تا دیگه. و اسیر که میشن اینا رو میفرستن به ایران و یه سدی هست به اسم سد قیصری که معروفه. اینا در ازای این به اصطلاح مجازاتشون میان اون سد رو میسازن، یعنی قتل عام نمیشن یا برده نمیشن. و بعد شوشتر هنوز باقیش هست، یه سری چیزاش هست میدونی که در شوشتر، یعنی اینا اون صد رو درست میکنن و بعدم من فکر میکنم که اصلا میمونن توی ایران. یعنی شما اگه بری همون قسمت شرق ایران، غرب ایران، کردها، لورها، توشون آدمایی که رنگ پوستشون سفیده، چشای رنگی دارن زیاد میبینی. من فکر میکنم اینا همون نوادگان همون رومیایی هستن که توی این منطقه موندن و زندگی کردن. و این نشون میده که ایرانیا آغوششون باز بوده به روی ملت‌های دیگه، هیچ وقت مثلا به صورت برده یا پایین‌تر از خودشون به ملت‌های دیگه اونجوری نگاه نمی‌کردن که بخوان اینا رو پس بزنن، از جامعهشون بندازن بیرون، اینجوری نبوده. و همین اتفاق حتی زمان اشکانیان هم میفته. تو همون جنگ معروفی که با کراسوس می‌کنن، 10,000 نفر اسیر میشن که اون 10,000 نفر رو طبق نوشته خود رومیا می‌فرستن به جبهه شرق ایران که در چین بوده، که باز دو مرتبه همین آدمای چش رنگی و چش آبی و چش سبز رو شما تو افغانستان هم می‌بینی.
که من فکر میکنم البته در افغانستان اجازه دارم بگم در افغانستان دلیلش اینه که ما در بکتریان با آلمانی میگن بکتریان، فکر کنم شما به انگلیسی میگی بکتریا. آره. اونجا عده‌ای از سرداران اسکندر در اونجا سکنا گزیدن، یک حکومتی در بکتریا، بکتریان ما میگیم، در چیز شمال افغانستان جنوب آسیای مرکزی رو میندازن باختر. آره. ولی بکتریا بود اسمش به انگلیسی. آره. و اونجا ادغام میشن یونانیان با مردمی که در اون منطقه زندگی میکردن. این اگه چیزی میگم این رابطه‌ای بوده بین اون رومیان اینور بودن و رومیان اینور بودن. آره. خب به هر حال اینا البته یه چیزی هم اجازه دارم بگم، رومیا در هالیوود همه چشابی و بلوند شدن. آره. اینم فراموش نکن. مثل فرعونای مصری که همه بلوند شدن، میدونی که. آره. خب میخوام تمومش میکنم، میدونه وقت کمه، الان 4 دقیقه تموم شد، یعنی شاپور الان تا 4 دقیقه الان مدیر رادیو چیزه. درباره والریان خیلی قشنگ گفتیم، ما در شوشتق الان این چیزای آبی رو داریم، دیدی که بعضی پلایی که زدن، آثاری که آبی که در اونجا در شوشتقه. ولی یه اتفاق دیگه هم میفته اینجا وقتی که والریان رو شکست میده شاپور، اینجا میبینی ایرانه که امپراتور میخواد انتخاب کنه. مثلا الان آمریکایی‌ها میان برای کشور دیگه وزیر رئی جمهور انتخاب میکنن. من اینجا اگه میخوام از رویش بخونم که اشتباه نکنم، پسر والریان، والریانوس گالینوس میخواد انتقام پدر رو بگیره، پدرش رو نجات بده. شاپور چیکار میکنه؟ یه نفر از همون منطقه انتاکیه به عنوان امپراتور انتخاب میکنه. یه تو بعد امپراتور بشی. که این مسائل چیزایی که به ما نگفتن، یعنی در واقعش خیلی کم صحبت شده. و بعد ما زمان فیلیپوس عقبوس رو داریم که صلح‌نامه با ساسانیان امضا میکنه، در اصل رومیا دارن به ما چی میدن؟ باج. این مچون الان مدیر رادیو عصبانیه داره چشخوره میره، برنامه رو میخوایم پایان برسونیم. فقط یه اتفاقی که میفته، ما باید یه درسی هم اینجا یاد میگرفتیم و این درس رو یاد نگرفتیم. زمانی که شاپور داره با قناعیم جنگ پایتختش برمیگرده، قبایل سامی حمله میکنن به ارتشش، تاراج میکنن، شبیخون میزنن. همین شهر پترا اون موقع یه ملکه داشت، پالمیر میاد حمله میکنه. آره. و ما اونجا شاید درس تاریخون رو باید یاد میگرفتیم که فقط از شمال و شمال غربی نیست، یه ذره مواظب غرب و جنوب غربی باش. درست میدونی؟ و ما این درس رو یاد نگرفتیم و من فکر میکنم اگه این در حافظه من فکر کنم در عقبم باقی مون، درباره شهر پترا و مکه، میدونی که الان خیلی دعواست که شد پترا محل ظهور محمد بوده، دعواست یاد الان. ولی من فکر میکنم این حمله ملکه اون منطقه به ارتش شاپور و شکست اده حمله نبوده، شبیخون زدن. این در حافظه اعراب باقی موند و ای کاش ما این رو بیشتر روش فکر کرده بودیم. شاپور سال 273 پس از میلاد از دنیا میره، به حق یکی از بزرگترین پادشاهان ایران در تاریخ جهان، از او به عنوان یکی از بزرگترین پادشاهان تا جهان یاد شده. و هرچی این که با سه امپراتور رومی سرکار داشته و در هر کدوم از اینها پیروز بوده، چه در صلح چه در جنگ، نشون دهنده بزرگی این پادشاهه. و من همیشه میگم که اگر از سال 57 انقلاب نشده بود، کاری که این پدر و پسر ساسانی انجام دادن، این پدر و پسر پهلوی هم داشتن برای ما انجام میدادن. و برای من این دو پدر و پسر بسیار عزیز هستن. فقط در پایان ما نام افسانه زیاده، ولی یه نام یک زن رو باید بگم، کتیبه زرتشت، نام زنی به نام آذر آناهید اومده که به نام ملکه ایران از اون یاد شده، که بعضی ها میگن زن شاپور بوده و ربطش میدم به معبد آناهید. درباره اونم میخوام بگم که باز اینجا میبینیم که نام ملکه ایران خیلی مهمه. بعد از شاپور پسرش هرمز یکم به پادشاهی میرسه که اگه اجازه بدید یه مدیر رادیو برق و نکش از استودیو افشین هم مثل که کار داره. اینا رو هفته دیگه میگیم. هفته دیگه افشین جان اجازه داریم درباره مانی بیشتر اصلا هفته دیگه از مانی شروع میکنیم. باشه عزیز جان. نظر دوستان درباره برنامه شروع، کسی پیامی داد آرتین جان؟ همه دوست دارن، همه برنامه رو دوست دارن. آیت الله همگان نقش مثبت بده. بله، نقش مثبت کامل. افشین جان من از تو میخوام سپاسگزاری کنم که میشی در این برنامه، در خودت برنامه‌ات از موفق‌ترین برنامه‌ها هستن. دوست داری خیلی ممنون. و
من برای من واقعا میدونم که شما دو نفر باز آرتین هم نشسته امروز روز تعطیلشه براش آسون نیست و دوستانی که میخوان به رادیو کمک کنن بدونن که آرتین الان روز تعطیلش اینجا نشسته افشین هم اومده که واقعا کمک کنن. من همینطور به خود شما اگه میخوان دونیشن بکنن وبسایت اپوزیت هست و وبسایت شما چی آقای خسرو؟ وبلاگ من از libertyforiran.org/فقبهر یا میتونم برم فیسبوک من facebook.com/خسروفقبهر و حالا ولی به رادیو به خاطر اینکه واقعا الان آرتین تعطیلش شسته و افشین نیازی نداره موز افشین اینجا بشینه با من این برنامه رو انجام چرا ما به خاطر مردم با همون باید بالاخره هر کسی هر کاری میتونه بکنه بعد انجام بده که مردم رو آگاه‌تر بکنیم و مخصوصا تاریخ به نظر من خیلی اهمیت داره که مردم بدونن از کجا اومدن و پیشینه‌شون چی بوده که بتونن روی اون پیشینه بایستن و به جلو حرکت کنن. به هر حال خیلی ممنون از بحث خوبه. آره فقط برنامه ساده بوده امروز دیگه، زیاد اذیت ساده باشه. ما می‌خوایم ساده باشه که همه راحت بهش بگیم. ولی من یه پیشنهاد بهتون میکنم که یه مستندی هست به اسم Inner World Civilization، به ایران هم ربط داره، اینو حتما برید ببینید. نه من اون قبول ندارم. نه برید ببینید Inner World Civilization. چشم برید ببینید. دست نیست سپاس بذارم آرتین جان. کجا میشه دید؟ یوتیوب دیگه خیلی مستندی بست. آره دیگه اگه نبود بس یعنی افشین مستندی. مرمونت مرسی افشین جان سپاس بدرود به همه شما.